زمانی میرسد که میان تماشاگر بودن و عمل کردن باید یکی را انتخاب کرد این معیار انسان بودن است آلبر کامو جمله که در اول قسمت سیزدهم سریال گناه فرشته باش مواجه شدیم چقدر جمله زیبایی بود متاسفانه سریال اصلا سریال زیبایی نیست همچنان همراه بچه ها هستیم میلاد محمد نگاه سحر و عبدی عزیز بریم و برگردیم نظر بچه ها رو ببینیم که راجب این قسمت و کل سریال گناه فرشته چی بوده تا الان مجددا خوش آمدید به کانال خودتون یعنی مستر دکو. قلب قرمز برای مستر دکوی عزیز که جاش همچنان خالی فراموش نشود منتظر نظراتتون هستیم من خیلی دوست دارم نظراتتون رو در این قسمت بخونم تک تک کامنتاتون رو از این برنامه به بعد کامنت های برتر از نظر ما از نظر بچه های مستر دکو حتی اقل گزینش میشه و در برنامه آینده همین سریال خانده میشه من فقط سوالم از آقای انقا آقای انگاه. کلا شما توان توانتون در کارگردانی نویسندگی تهیه کنندگی،, کنندگی این بوده که برای ما این تعلیق رو به وجود بیارید که فرشته کی آزاد میشه و کی با حامد عروسی میکنه یعنی چیز دیگری واقعا وجود نداره در این سریال متاسفم براتون شروع کنیم با میلاد عزیز خب سلام عرض میکنم خدمت شما دوستای گلم و خدمت تک تک مخاطبین عزیزمون <تصفح> چی بگم آخه <تصفح> 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 هر جوری ما تونستیم گفتیم دیگه آقا یعنی خودمون هم این سریاله دیگه ما تکراری حرف بزنیم آقا الکنه نمیشه هیچی نداره چی به قندم میگیره دیگه آخه چی بگم یارو میگه که میره خونه اون میگه یا اونو برکنار کن از وکالتش یا بگو اون بیاد خواهش کنه من رضایت بدم ممکنه رضایت بدم بعد اصلا هیچی ما این وسط نمیبینیم هیچی یعنی ببین یه گذر زمانی نشون بده یه تلاش بیهوده ای نشون بده بعد بیاد یارو خونه باباش بشینه برگرده بگه که من بهت گفتم این کارو بکن نکردی مگه چقدر گذشته خب اگر مثلا یه ماه و نیمم گذشته که من ندیدم چیزی یه گذر زمان به من نشون ندادی که تو که خوراکت دوربین بذار روی ماشین به من برد تو خیابونای تهران ویراج بده که دیگه اقلا اینجا چرا این کارو نکردی که ما گذر زمان حس بکنیم عشق فرشته و وکیلش هم که من دیگه نمیدونم دیگه اینا چجوریه و قضیهشون چیه و به خاطر اینکه غرورش نشکنه میخواد خودش رو به کشتن بده و اعتراف به قتل میکنه و من واقعا نمیفهمم از منطق این سریال هیچی سر در نمیارم واقعا یه لحظاتی احساس میکنم که هیچی از سینما و فیلم و تلویزیون و اینا بلد نیستم وقتی این سریال رو نگاه میکنم یعنی میگم خدا اگه درستش اینه پس ما دنبال چی بودیم ما چی یاد گرفتیم اگه اونی که ما میدونیم درسته خب این چیه چرا انقدر دیده میشه چرا انقدر هزینه میشه برای اینو موندم نمیدونم چی بگم نمیدونم آقا همینطور که گفتم منتظر کامنتاتون هستیم در این قسمت من به شخص از طرف خودم هدیه میدم به کسی که خلاصه این قسمت رو برای ما بنویسه مگر داریم اصلا اتفاقی افتاد در این قسمت واقعا خلاصه این قسمت چی بود به قول دیالوگی که توی فصل دوم زخم کاری بین مهران قفوریان و آقای طولی کامبیز دیرواز شکل گرفت هیچ 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 الان میریم سراغ نگاه گویا خلاصه رو میتونه برای ما توضیح بده این خودش به نظرم یه هنره ولی قبل از این آقا این اماد کیه که طرف میره پیشش میگه آقا دخترت باید اعدام شه میگه چش در رابطه با خدا هم کسی این کارو نمیکنه من نمیدونم در آخر میخواد برای ما چه گشایشی بکنه از شخصیت پردازی اماد به هر کسی هر چیزی میگه میگه چشم خیلی عجیبه برای من سلام به همه دوستان پر و تلاش و پر از استقامت هم و به همه دوستان عزیزی که دارن ما رو میبینن کیارش جایزه رو که فکر میکنه میشه که جایزه رو نبره چون به شخصه هیچ کسی نمیدونه این سریال اصلا چجوری بخواید بعد بر یکی تعریفش بکنید اما فقط اینو میدونم که الان دیگه نباید برای فرشته دعا بکنیم منم باید بشینیم برای خودمون دعا بکنیم که چقدر تحمل داریم داریم این سریال رو میبینیم سریالی که هیچ منطقی نداره یعنی چه جوری تونستین یک دختری که دم ادامه بیاین بسلش بکنید به وکیلی که مثلا نامبروان ایران بوده از نظر مثلا کاری که داره انجام میده بعد حالا اینو به هم دیگه بس کردین اوکی ولی من هیچی از منطقش متوجه نمیشم عشق دو طرف است یه جاهایی یه جا جاهایی یه طرف هست. یه جاهایی اون یکی نمیدونه یه جاهایی این یکی نمیدونه بعد اقرارایی که داره فرشته میکنه من عاشق شدم من اون نمیدونه و تینا رو برمی‌داره میبری اونجا که ببیندش حالا خدا رو شد آقای آقا نمیدونم این صحنه رو بعدا اضافه کرده این سکانس که رفت یه اجازه نامه گرفت برای اینکه تینا رو بخواد ببره فرشته رو ببینه یا یعنی اینکه حالا به عقلش رسیده بود این کارو انجام بده وگرنه همینم هم داستان میشد براش بچه‌ها من یه سوال میپرسم شما الان متوجه میشید هنوز اعماد داره چی میگه والا این نه خب من فکر میکنم که یه زحمتی هم باید میکشیدم اون زیر نویسا بود میذاشتم در صد و ده روز مونده به اعدام فرشته 256 روز مونده یه زیرنویس برای صحبت اماد میذاشتن شاید میخوندیم بهتر متوجه میشدیم که ای چی داره میگه یه جا قدرته یه جا قدرت نیست یه جا میگه این باید اعدام شه یه جا یکی رو میخواد چیز کنه بره استری چیز بشه بره اعتراف بکنه من به شخصه هیچی نمیفهمم از این سریال و همش وقتی این قسمت رو داشتم میدیدم مخصوصا این قسمت که عملا هیچی نبود من فقط یه صحنه عصبانیت آقای سلطانی رو دیدم مشفق و بعد اون شالی که رو گردن حامد بود و گفت این میشه فلا عشق بابا یه چی این اصلا به این شال گردن کجا جز قسمتی که فرشته به حامد داد اشاره شد ما دیدیم که مثلا بگیم شال فرشته به من داده اصلا هیچی با هیچی جور در نمیاد و میخوام حرفای صحبت قبل ما یک هم چیز بکنم اینجا تصدیب بکنم بچه من فکر میکنم تنها کسی که خیلی خوب داره اینجا خوب ظاهر میشه همین خانم نفس بازقیه حیف گناه داره داره تلاششو میکنه و اینجوری فاجعه بار داره واقعا آیندهش به فنا میره مرسی نگاه عزیز بچه ها خیالتون رو همینجای برنامه راحت کنم شیرین متاسفانه نتونست جمعو بپیونده برای این قسمت هر چقدر دل تنگتان هر چی میخواهد بگویید چون همه هم هم, هم, هم نظریم تو این قسمت جای شیرینم خالی کردم به همین بهونه ارزم به حضورتون که یک محتوایی به ما باید نشون داده بشه بعد آگهی بذاره من میرم درگیر اون دکلمه میشم اینجا جای درست نیست ابرا چقدر کیوته آقا این کجای چرا وسط دیالوگ از راجبه ابروی کیوت صحبت میکنی و گفرت شکلاتی خب بابا جای درست بذارید این آگهی رو یعنی این سریال که به نظرم دیدن هم سریال نیست بیشتر شبیه نمایشنامه است وقتی شما گوش بدی دوچار دوگانگی میشی خیلی بهت فشار میاد و زور میاد خیلی عجیبه واقعا بشتبیم نظر عبدی رو این قسمت به نظرم دو تا نکته مثبت داشت یعنی یه دونه نکته مثبت داشت ببخشید دو تام نه اینکه قسمت پیش با این سکانس تموم شد که نوید رفت پیش امام این قسمت هم با همین شروع شد حداقل از یه دنیای دیگه وارد سریال نشد این نکته مثبتش بود موتور و تبلیغات هم که دیگه راجبش حرف میسپارم به عزیز خب سلام عرض میکنم خدمت همهتون میرم سر اصل مطلب جناب کنزاکس هم اسپانسر این برنامه بود بعد میخوام از سمت شیرین بگم که آقای مشفق چرا پلاک نداره موتورش مطمئنا شیرین ناراحت میشد بعد نگاه وکیل نامبروان چرا انقدر تهش باد میده ببخشید وکیل نامبروان وان بود اونم یه دفعه چی شده سال 1402 هزار چند بود 1190 چنده که اونجا؟, اونجا که اونجا که یه تاریخی داره دیگه که روزنامه میخونه بعد اگه مثلا مال اون تاریخ روزنامه میخونن همه هم اسمارت هم دارن اینا همه هیچ کدوم با هم جور در نمیاد و دختر غرور یارو چیه این چه دیالگاهیه من غرور تو زیر تیغی چه غروری آخه اصلا بعد این مدل حرف زدن مدل حرف زدن پیر داناست نه دختر بچه دختر جوونی که مثلا الان زیر داره اعدام میشه و اینا بعد اون مکالمه هایی که تو دادگاه دارن وقتی که ملاقاتیه وقت زدن حرف های بی ربط فکر نمیکنن باشه 20 دقیقه نیم ساعت یه ساعت چه میدونم هر موقعی هست میشن معمولا همه حرف های جدی میزنن اصلا نمیدونم ارزم به حضور شما که بعد مثلا مگه میشه موکلی که الان همین با این شرایط زیر تیغه دوباره رفته دادگاه بعد نرفته اومدن یه نامه بهش دادن نمیشه دفعه بعد با تینا میام بعد مگه تو تینا رو بتونی ببری دادگاه که چی بشه میتونه ببره با اون صحبت کنه آخه چه چیزی دارن چه نسبتی به این پرونده داره که تینا رو ببره ببین ابدی توی حرفم اشاره کردم گفتم حداقل رفت که اجازه نامه کتبی گرفت چون هر جوری حساب بکنی نمیتونه این کارو بکنه ولی حالا میتونه با آشنا و پارتی و این چیزا این کار رو انجام بده حالا یه سوال دیگه که من از تو دارم قاضی میره در خونه کسی ببینه قاضی کاری که انجام داد و یه جوری مثلا توزیع ممکنه گفتش من همیشه یعنی اینو ممکنه بعضی قاضی انجام بدم من ندیدم به شخصه ولی میتونم به عنوان کسی که برای رضایت میرن این کار رو انجام بدم و اونجوری که رابطه بینه مثلا وکیل رو و قاضی رو نشون داد مخصوصا مهتاب و حامد و آقای قاضی رو نشون داد که اینا رابطه خوبی هم دارن با هم دیگه و گفت که من معمولا برای کسانی که حکم قصاص میدم میرم شاید بتونم که مثلا رضایتش رو بگیرم ولی اینجوری توجه کرد به نظرم به ایرادی نبود حتی اون رفتن تینا هم یه اجازه گرفت دیگه حالا در صورت و اینم بگم عبدی این که گفتی که این وکیل نام بهوان داره تهش باد میده گفتم گفتم منطقی نداره که یکی مثل این خانم که لبه بیاد با یه ای آدم این مدلی بخواد انقدر نزدیک بشه من اصلا م... میراد داشته مشکل مشکلم بود با این قضیه در به حضور شما اه... چقدر شرخر کچله تو زندان فیک بازی میکرد خوب شده بود تا الان ما صداشو نشنیده بودیم اگه صداشو میشنیدیم که فکر نمیکنم هیچ جذابیت دیگه تو مثلا فکر میکردی اونه بعد من اینجوری تو خونت سر قاضی داد میزنی و فلان و اینا مثلا مگه میشه همچین چیزی دیگه تو خیلی وقت احترام بذاری هم اونجا میگی خیلی ممنون ببخشید ولی من حالا دوباره فکر میکنم با قاضی پرونده اونجوری صحبت نمیکنی ممنون خیلی ممنون عبدی عزیز بله من گفتم دو نکته بعد گفتم یه نکته نه واقعا دو تا نکته بود نوشته بودم اینجا نکته مثبت دوم این بود که آقای نوید امیر آقایی به پدر فرشته گفت کجای این داستانی خدا رو شکر نگفت کجا این بازی یعنی یه بار کلمه بازی رو به شکل دیگه استفاده شد اینم نکته مثبت این قسمت بود راجب سیاه نمایی و سفید نمایی صبح سفید نمایی که نداریم ولی صحبت کردیم و میلادم توضیح داد تو برنامه قبل گفتیم سیاه نمایی نکنید ولی دیگه سفید نمایی این شکلی هم نکنید آقا بله از هر شاید یکی میلیون قاضی هر هزار قاضی یه نفر این شکلی باشه دیگه در این حد ما نشون ندید بلند شه کارشو ول کنه بره دنبال رضایت گرفتن نه نداریم اون چیزی که در واقعیت هست این نیستش واقعا بشتم صحبت های سهر رو درود میگم به دوستان خوبم و مخاطبان قدیمی و جدید مستر دکو شروع کنم از اینجا که یه آقایی بود توییترش رو نشون داد آقای علی توفیق کامنت گذاشته بودن که آقا ما آخرش نفهمیدیم چی شد این ماجرای ارث اشیری به این یارو چی شد یکی بیاد توضیح بده آقای علی توفیق منم با شما خیلی همزاد پنداری میکنم و واقعا جالبه که اون کامنتی که توی سریال نشون میده من به شدت با شما در این مسیر هم مسیرم منم واقعا دلم میخواد این کامنت رو یه جایی برای آقای انقا و سریال گناه فرشته بگذارم اومدن به من گفتن که سهر یه چند تا کامنت داشتیم که سهر به خانومهای زیبای بازیگر در سینما ایران حسادت میکنه خب شما من توجه شما رو در دقیقه دو سی و پنج به بازی زیبای خانم پردیس پرابدینی جذب میکنم که ایشون انگار داشت شعر میخوند انگار که ایشون داشت دکلمه میکرد به جای یه آدمی که نشسته توی زندان و دمای اعدامه یعنی ما دو تا کامنت از مخاطبان خوبمون داشتیم که یکیشون گفت واقعا سزاواره که اسم این سریال بزا... نذاری گناه فرشته بذاری به یه بره فرشته دقیقا واقعا میخوام از اینجا بگم درود بر شما دقیقا درست گفتی چون همه دارن خودشونو برای اعدام این دختر میکشن فقط فرشته آرایش میکنه به یه برشه و اینکه شما دقیقه چهار و یازده رو بیارید من چهار بار زدم عقب جلو بار اول شنیدم که آقای شهاب حسینی گفت که میشونیمش بار سه بار شنیدم میشوریمش بار چهارم شنیدم میشکونیمش و فهمیدم منظورش غرورشونه چون من واقعا چهار بار عین دو تا چند تا دیالوگ مختلف از زبونه یه بازیگری که خیلی حالا همم روش حساب میکنن و قبولش دارن شنیدم و در دقیقه هفت و سیزده دقیقه من کلا دیالوگایی که بازیگر آقای اسمشون با اسمش یادم نمیاد اماد رو میگه اصلا نمیفهمم به سختی میفهمم یا ایشون بسیار بیان ضعیفی داره در این کار یا صدا برداری زمانی ایشون مشکل داره چون که نفهمیدم گفت چی چی که بابات نفهمید به به روز رزوی. چی چی که بابات نفهمید تو بفهمی اینو اصلا نفهمیدم کمکم کنید من واقعا تا الان سریال رو نمیفهمیدم الان دیالوگام نمیفهمم بعد آخرش هم گفت درست احمد روز احمد آتوز احمد داشت در این چی داشت اینو اینم واقعا نفهمیدم یعنی داشت در میرفت بیرون چی گفت روز احمد اروا احمد نفهمیدم یعنی واقعا دیگه الان نیاز دارم دیالوگام ترجمه بشه برام غیر از خود داستان و شما غیر از اینکه چهره زنان رو در کارهاتون خراب کردین الان چهره پدرها رو هم خراب کردین کدوم پدر با وجدانی میاد دختر چهارده سالش رو ببره دیدار یه اعدامی این وسط حالا لاسای خودش بزنه بعد بدون اینکه به بچهشون فکر کنن دو نفر وکیلن بدون اینکه به آسیبی که به اون بچه میرسه فکر کنن طلاق بگیرن دنبال لاس زدنهای خودشون باشن اونیه که پدره دخترش داره اعدام میشه رفته تو دهن امادو داره نگاه میکنه بعدم میگه شاید قسمت من بوده اینجوری دق کنم بمیرم کجای دنیا ما همچین پدرایی داریم بعد ادعای پدر بودنشون هم بشه و اینجا هم یه دیالوگی گذاشتم توی دهن تینا که یعنی روی شخصیت تینا که تو بیشتر از سنت میفهمه اتفاقا به نظر من در این سریال شخصیت تینا حالا دوباره توهین نشه به نفس شخصیت تینا اصلا نمیفهمه یعنی یعنی طرف حتی تو جدا شدن پدر مادرش هم اندازه گلدون نقش داره میبرن زندان دیداری ادامه مثل گلدونه میره خونه بابا بزرگش مثل گلدونه یعنی در همه حالتی نقش گلدون داره این بچه دیگر یعنی من نمیدونم واقعا چی به این سریال اضافه میکنه حالا گفتم بعد میاد میگه مشفق این طرفا مرسی اضافه کنم به این دیالوگ هایی که گفتی یه جا آقای مهدی سلطانی هم صحبت کرد با شخصیت حامد تهرانی و گفت برو حرفاشو بشنو بعد تصمیم بگیری هم من اونجا رو ده بار زدم عقب تا بفهم چی میگه احساس کنم مشکل کارگردان هستش تو بازیگرای خوبی مثل اینها قسمتی که آقای شهاب حسینی با سر پدرش داد زد خیلی به نظرم بازیشون خوب بود و من اون صحنه رو واقعا دوست داشتم شعب حسینی باز داشت خودش بازی میکرد و زیبا بود و تو این قسمت باهاتون مخالفم یکی دو قسمت هی میگید نفس بازگی خوبه خوبه نه اصلا خوب نیستشون هیچ چیزی هم ازشون نیدیم همچنان بد هست هم بازیشون هم لحنه ادای کلمات و دیالوگایشون سر نکته تو بگو محمد کیاش اینم تو قسمت بعدی صحبتام بگم ولی چون گفتاره بهش اشاره می‌کنم در دقیقه چهل شما حرکت سر شعب حسینی رو دیدین وقتی گفت داد زد گفت تو هم یه چیزی بگو انگار که داشت توی آینه بازی میکرد یا با شخصیت دیگرش حرف میزد یعنی در تاعت هم ما همچین اکت قلوه نداریم که این سکانس رو آقای شعب حسینی اینجوری بازی کرد یعنی من ایشون هم حتی دارم به یه سمت دیگه ای می میبینم و اتفاقا به نظر من من با نظر کهش در این قسمت موافقم که با همه بی ادعایی بی تجربه ای و بدون تجربه داشتن و این نقش افتضاحی که نفس بازیقی داره به نظر من بهتر از همه است بکنم منظور مخالفم چون من دوست نداشتم بازیشونو و اینکه شهاب حسینی تو اون صحنه هم اگر اون بازی رو کرد من مقصرش کارگردان میدونم چون نسبت به بازیگرا همچنان داره میدرخشه همونطور که امیر آقایی داره بازی قابل قبول ارائه میده ولی بشتابیم نظرات محمد رو و دوریم سمت شما سلام و درود خدمت همه دوستان مستر دکویی و همه ازدانی که ما رو نگاه میکنن امیدوارم که اسکار روزگار اوپنهایمر زندگیتون رو ببینه همچنان و کماکان با سریال گناه فرشته در خدمتون هستیم <laughs> و اینکه من بچه قسمت یه ها اومدم سیزده یعنی من دو قسمت دیده بودم گفتم بذار سیزده رو ببینیم ایشالله که درست شده باشه ولی کماکان همونه دیگه وقتی که چیزی واسه گفتن نداشته باشه خیلی هم کار دارم با آقای حامد جان به خاطر اینکه با با کیارش هم کار دارم چون کیارش فکر کنم گفتش که خانم نفس بازقی و زیاد نبوده اتفاقا ببین کارهایی که اینجوریه رو را راحت میشه متوجه شد کیارش ببین نفس بازقی استعداد خیلی خوبیه و توی خانواده هنری هم بوده خوب بزرگ شده خوب تعلیم دیده ولی همین نکتهایی که تو قسمت قبل مستر دکو ببین اونا چون بازیگرای با تجربه این و خی خیلی کار کردن خودشون میتونن خودشون بازی کنن یعنی زیاد نیاز به کارگردان ندارن فیلم رو ببینن خودشون به خودشون میتونن کمک کنن اصلا خانم نفس بازقی قشنگ معلومه که کارگردانی آقای انقا روشون تاثیر بدی گذاشته یعنی اصلا این بچه نمیتونه بازی کنه یعنی انقدر حواسش بوده به خواسته هایی که این کارگردان به اشتباهی به ایشون داده که اصلا بازیگریش یادش رفته یعنی فقط چیزایی که انقا خواسته شده رو داره اجرا میکنه چون کارگردان تعطیل چیزای خواسته شده آره انقا تعطیله واسه همین کمک نمیکنه اصلا این سریال یه جوری شده که ما نسبت به بازیگرامو عین اون دیالوگ از فرادی شدیم اون که نمیفهمه من پسرشم من که میفهمم اون پدر منه. دقیقا ما همچین داستانی رو با خانم بازقی و اکثر بازیگرا داریم کلا سریال هیچی نداره و در ادامه بیشتر صحبت مرسی محمد عزیز اتفاقا یک دیدگاه خیلی جالبی بود راجع به کسی که ده قسمت تقریبا از این سریال ندیده و بعد دوباره اومده مجددا به کانال میبینه هیچ اتفاقی نیفتاده هیچ 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 میلا جان ادامه نظرات شما رو بشنویم یه مخالفت ریزی میخوام با محمد بکنم ان دوستان عزیز حالا این کارگاه نمایشنامه خانی که قرار با همدیگه در خدمتتون باشم بهتون نشون خواهم داد یه اشل خیلی کوچیکترش رو بازیگری که بدون کارگردان بخواد نقش خودش در بیاره اگر کارگردان کارگردان باشه باید از اون پروژه پرتش کنه بیرون ببین پنجاه درصد بازی بازیگر توی فیلم مال کارگردانه به همین علته که شما وقتی بعضی وقتها حتی بیشتر به همین علته که وقتی شما یه همچین سریال میبینی که کارگردانش تعطیله میبینی بهترین بازیگرایی که حال حاضر ایران بازیگرای ایران توش نمیتونن بازی کنن آقا مهدی سلطانی کم بازیگریه امیر آقایی کم بازیگریه شعب حسینی خودش کم بازیگریه دیگه شعب حسینی که ما یکی دو تا سوپرستار بیشتر تو ایران نداریم یکی شعب حسینیه دیگه ببینید سوپر هم تعریف داره ها منظورم از سوپر قوی بودن بازی نیست به هیچ وجه این اینا یه سری اشتباهات مصطلحه سوپر یعنی کسی که توی چند کشور مختلف فیلم بازی کرده باشه توی کشورهای مختلفی بشناسنش مثل بازیگرای هندی مثل بازیگرای آمریکایی و فلان و اینا بعضی از بازیگرای ترکی و اینا ما یکی دو نفر بیشتر اینجوری نداریم یکی شاه حسینی باشه شاه حسینی یکی از معدود کسایی که جایزه بین‌المللی بازیگری گرفته توی جای جای نخل کنو گرفته نخل برده خب چرا نمیتونه بازی کنه چرا وقتی با فرهادی کار میکنه میتونه بازی کنه چرا توی فیلم از قرار فرهادی که فروشنده میره نخل طلا میبره چرا اینجا نمیتونه ببین اینا خب همه یه دلیلی داره دیگه باید بگردیم دنبال دلیله دیگه اون وقت نفس بازیقی طفلک که تازه کارش تا خود شروع بکنه اولین کارشه خب علاعده دیگه تو این سیستم وقتی قرار می‌گی دیگه شعب وقتی اینجا خراب میشه میخوای نفس خوب بشه نفس بازی نظر من هم همین بود دقیقا. نفس بازقی رو از قسمت اول فیلماش موجوده گفتم این بچه سرشار از استعداده ولی توی این فیلم دارن نابودش میکنن و ای کاش اولین کارش این فیلم نبود ای کاش اولین کارش این فیلم نبود چون خیلی باید تاوان بده تا بتونه دوباره برگرده سر نقطه صفر یه مسئله دیگه سینما به طبعش سایر کارهای تصویری سریال های تلویزیونی خب ببین اولین چیزی که اولین مدیای تصویری که به وجود اومد سینما فیلم 35 سی میلیمتری متری بود دیگه سینما بعدش 16 شد بعدش 8 شد بعدش که دیگه اصلا فیلم های مگنتیک اومد دوربین های مگنتیک اومد و دیگه اصلا تلویزیون سیستمش جدا شد چون میدونید دیگه تلویزیون اول 16 میلی متری ساخته میشد کاری که برای تلویزیونه بعد دیگه اصلا مگنتیک شد و 8 دیگه دست Uh, کسایی بود که میخواستن تجربه بکنن یا فیلم های خانوادگی اون هم دیگه رفت سمت دوربین مگنتیک و سینما کماکان 35 سی میلی متری باقی مونده ولی همه اینا از اون اومده اینو میخوام بگم فیلم سازی که کسی که کار فیلم میکنه چه سریال چه سینمایی نتونه این قضیه رو درک کرده باشه که سینما هنری است که از زمان جدا نیست ببین فرق هنرهای تصویری یعنی که اصطلاحا بهشون میگیم هنرهای تجسمی با هنرهای نمایشی علل خصوص سینما سینما بیشتر از نمایش ها حالا خب در اینه که اینها متصلند به زمان در کارهای تجسمی ما یک لحظه از زمان رو فریز میکنیم توی یک قاب یا در قالب یک مجسمه یا در قالب یک کار دست ساز در یک قاب نقاشی در یک قاب عکس یک لحظه از زمان رو فریز میکنیم حالا میاد وسط این چی قرار میگیره کمیک استریپ ها کمیک استریپ‌ها ها توالی زمانی دارن ولی قاب های فریز شده این که کنار همدیگه چیده میشن درسته سینما باید توالی داشته باشه باید فلوئنسی داشته باشه نمیتونه و با الا اسمش نمیتونه. در این سریال ما این رو نداریم در این سریال هر سکانس مستقلا برای خودش معنی میده سکانس ها در کنار همدیگه قرار نمیگیره پس رسما این کار فیلم نیست تمام شد رفت یه مطلب کوچیکم اشاره کنم و ارز کنم به وزیرتون بچه ها چرا در زندان زنان همه اعدامیا یک مشت شاعره فیلسوف هنرمند با دل پاک همه تناز زیبا و همه ماشالله از سالن مد اومدن اونجا توی اون زندان خوابیدن رو تختشون بعد زندان مردان همون توی سلول داشت خفه میکرد میکشت رو هیچ هم نبود دوربینی چیزی چی آقا چیکار داری میکنی چرا داری رو خفه میکنی من یعنی زندان هم باز اینجا کارگردان دلش خواسته اینجوری باشه کاری به واقعیت قضیه نداریم در قسمت های قبل هم اشاره کردیم واقعا شبیه زندان زنان نیست از خوابگاه دختران هم یه پله خیلی بهتر و بالاتره یعنی آدمایی که اونجا هستن بسیار تحصیل کرده تر از دانشجوهامون هستن به نظر من خیلی عجیبه واقعا ساخته زادی ذهن بیمار خالق کار هست واقعا چیز دیگه غیر این نیست کیارش توی صحبتات گفتی که خدا رو شکر که از نکات مثبتش این بود که کلمه بازی کم استفاده شد یعنی واقعا من اینجا گفتم که چقدر ما قانعیم به این نکات خیلی که جزء نکات مثبتش میدونیم و اینکه من به شخص خودم نگران تیم نویسنده ها شدم این سری اصلا کلمه تیم و کجای بازی و چه خبره و من بچه نیستم و اینا رو ننوشته بودن خدا امیدوارم که تنشون سالم باشه با حرفه میلاد خیلی موافقم در مورد کارگردان و بازیگر که به نظر من سهم یه اندازه برای یک شخصیت و یک نقش دارند، ولی بچه ضعف بیانی که آقای شعب حسینی داشته با اون کلماتی که قبلا خانم پور آبدینی ادام کرد سهر باورت نمیشه من چند بار زدم و کلمه رو اصلا متوجه نشدم الان گفتی بودم انگاه که یه با مثلا معمای سخت حل شده باشه برام که میشکونه بود اینجوری بوده ببینید این سریال آقایی حسینی مصطفی پورابدینی مهرابی سلطانی و زاهدی حالا مثلا کاری الان با خانم زاهدی ندارم که حالا اونقدر نقشه خیلی پررنگی نداشته ولی بقیه اینا ادعا دارن یعنی ادعای بازی خوب دارن و ما هم کار خوب ازشون دیدیم به بازی آقای آقایی تو این قسمت خیلی بد بود چرا میگین خوب بود افتضاح بود شاه حسینی یه جاهای خیلی خوب یه جاهای بسیار بعد بود دوباره توی این قسمت و حالا من نمیدونم توالی سکانس ها چجوری بوده من حتی بازی خانم بازغی رو اوایل دوست نداشتم احساس میکنم که توی شرایطی شاید مثلا سکانس های برداشت اولی بوده با اینقدر یک کوچولت نظر من بعد رفته رفته خیلی بهتر شده و نقش گلدونی که سهر میگه تینا دیگه تقصیر تینا نیست فقط خواستن یه نقشی توی این سریال باشه که نشون دهنده شخصیت خانم مصطفی آقای شاپوسینی رو مثلا بیشتر به نشون میده با حضور دختر که عملا بیفایده بوده ولی من باز اصلا نقش خانم مهرابی رو متوجه نمیشم اینجا کجای قصه سن چی کاره است حالا زن دومه یه شخصی بوده که مرده دنبال ارث و میراث اصلا حتی همینم هم داره نمیبینیم ما از همه چی هم خبر داره انگار که مثلا چی میگم بهش یه اصطلاحی دادن رو یادم نمیاد که مثلا همه چی آنتن و این چیزا همه چی رو میدونه یعنی اگر و... نباشه هم هیچ تفاوتی ایجاد هیچ نمیشه آره. ولی حالا تینا رو من میگم به خاطر حالا شرایط خانوادگی خواستن یه کسی تو این سریال باشه به با عنوان بچه که ببینن که مثلا شهاب حسینی یا حامد تهرانی با اون اختلاف هایی که با پدرش داره و رفتارهایی که پدرش باش داره خودش مثلا پدر خوبی بوده تا اینجا و اینکه در مورد زندانم که گفتی میلاد جان یه بار گفتم گفتم وای به حال سیستم ما سیستم غذایی ما که زندانیامون انقدر همه با سواد و با شعورن یعنی آقای انقا خودی زده یه جورایی با این نشون دادن زندان زنانش حد اقل کارگردان تعطیل مشکلی اصلا نیست بحثی هم در موردش ندارم و به قول اماد از روی جبره که همه بازیگرای خوب مجبورم بازی کنم پول لازم هم. دیگه دارن بازی میکنن خیلی ممنون از نظراتت نگاه عزیز من یک پیشنهادی دارم در اینجای برنامه برای آقای انقا که ای کاش این کارو میکرد ای کاش به جای تبلیغات محیطی زیادی که داشتیم میدیدیم توی حالا اتوبانها توی خیابون های تهران توی خیابون های ایران تبلیغاتی که در وسط سریال میومد به نظرم خیلی مناسب میشد اگه شما با این آرایش هایی که ما داریم از زندان دختران میبینیم لحظه ملاقات خانم پردس پورابدینی با آقای حامد تهرانی یعنی خود شعب حسینیش تبلیغ لوازم آرایشی خیلی بهتر میشد اگه استفاده میشد به جای تبلیغ هایی که در وسط اتوبان و خیابون های تهران و در این های وسط سریال میبینیم چون خیلی قلوب شده ما میبینیم آرایش خانم پردیس پرابدینی زمانی که از زندان میاد ملاقات عشقش حامد حامدی که هنوز نمیدونیم دوستش داره نداره توی قسمت بش ابراز علاقه میکنه توی قسمت نمیکنه میخواد دست بزنه بهش خانم پرابدنی. یعنی کل هنر آقای حامد انقا با تمام استفاده استفاده از جملات سخنان نمیدونم زیبا استفاده از موسیقی هایی که حالا فکر کنم تو زندگیشون تا حالا گوش هم ندارن مشخص از کاری که ساختن فکر می کنم کل هنرشون این بوده که این تعلیق رو به وجود بیارن ببینیم آخرسته فرشته میاد بیرون محمد با هم خیانت میکنن میخوان یا می نه یعنی غیر از این هیچ چیز دیگه ای نیست و خود آقای امادی که هنوز نمیدونیم واقعا چه توانی داره چه توانی داره که مردم براش جونشون رو هم میدن چیزی که در دنیای واقعی فرامنطق میشه برای هیچ کسی آدم این کار نمیکنه نمی کنه واقعا عبدی بشتم صحبت های تو رو من زیاد حرفی ندارم ولی درباره تو حرف تو کاملا هم میخوام چند با چند تا تو با... میخوام با چند تا تو موافقت کنم با هیچ که مخالفت نمی کنم من با همه تو موافقم ولی فقط مونده بودم که چرا سهر مثلا الان به خیلی ها گیر میده چرا به بازی بابای فرشته گیر ندی با اون بازی فیکش شاخه میخواستم خفش کنم من هیچی احساس هیچ احساسی نمی کردم از اینکه یه آدم سن چیزه ها چی کار کنی؟ این اصلا نمیدونم واقعا اصلا هیچ قسمتی من نجستم یه ذره ارتباط برقرار کنم که توی دختر داری که دارن لهش میکنن که میخوان اعدامش اصلا بعد با کیارش هم موافق هماره. یه آدم تریاکی با انقدر سیویل همیشه این همه کارهای کل سریال بوده و به ما نشون ندن که چه اتفاقی افتاده ولی من دلیل این که تینا بیاد فرشته رو ببینه رو نفهمیدم واقعا چرا این کار کرد خودشم رفت بیرون در رو بس مثلا نمیدونم ولی تو قسمت های بعد باید مشخص بشه قایتا باید مشخص بشه تو قسمت های بعد چه اتفاقی میفته دیگه بعد مشفق اگه اینقدر زرنگه که از همون ساله فهمیدم که ما از این نو روابط نداشتیم تا حالا چرا همون اولش به نه نیومده بگی که آقا حواست باشه این رابطه چیز این همچین چیزیه چون اینا همش با هم بودن دیگه هیچ وقت هیچ بین اینا عنوان نشده بود همش همه رو به هم میگفتن قسمت قبلا فهمیدیم که اون دختر نازی هم از این خوشش میومد که این بهش گفتش که خواهر من میمونی اونم نمی نمیدونم ولی کن که ارزان به حضور شما که آن یه جایی هم بود که به اماد اومدن گفتن که حامد فکر کنم حامد تهرانی پیشش بود پسرش پیش نمیدونم گفتش که شما چیزی میخوری گفت آقا تشریف میبرن یعنی انقدرم چیز که همون حرفی که من میزنم یعنی وقتی من میگم برم یارو باید بره دیگه ابدی اونجایی که اومد شالو گرفت و گفت ما از این داستان و اینا نداری من یادمه تو یه قسمتی خب اگه اشتباه نکنم محتاب اومد به این گیر داد که تو میدونی خبر اشقاشه گفت نه این خبران نیست ولی تو این قسمت زرنگ شد از عالم غیب بهش اومد که این شاله رو فرشته بهش داده و این مثلا کلا هر شخصیت های یک این سریال خودشون تو سکانس های مختلف با هم تو تناقضن یه جایی خودشون رو نقض میکنن اصلا یه شخصیت دیگر رو نشون میدن خیلی خیلی بده اصلا هر چقدر از بدیش بگیم کم گفتیم واقعا اول میخوام در بابت صحبتی که میلا جان کرد بگم که چرا همه زنان در این کار دخترا اینجوری آرایش دارن و اینا به خاطر اینکه زن برای حامد انقا وسیله است در همه نوشته هاش یک وسیله ای برای خوشگذرانی یک وسیله ای برای جذب چشمهای مخاطب و تصویر مخاطب مثل هر من شما میگید نفس بازقی برای استعدادش من میگم اگر یک نفر در این کار باشه که به هیچ عنوان استعداد بازیگری نداره و من پای حرفم وای میسم خانم پورابدینیه ایشون اصلا یعنی اصلا مال این کار نیست یعنی من نمیدونم در این کارها حضور داره جالبم که در کارهایی هم که آقای انقا هستن و حضور دارن حالا چه به عنوان نویسنده چه به عنوان کارگردان صح دیدی, ه... دیدی حسودی میکنی دیدی حسودی میکنی آه. این سی مرغ بلورین برده چرا حسودی میکنی به؟ بله سیمرغ بلورینم به خاطر دستای خلاصه چی من میخوام اینو بگم که دقیقا به خاطر اینکه من بارها اشاره کردم و باز هم اشاره میکنم چون اصلا چیز کمی نیست به خاطر اون زن ستیزی که آقای انقا داره همه زنهایی که در کارهای ایشونن حول مردن زندگی به هم بریزن خیلی زلیلن و نمیدونم اصلا یه شخصیت های عجیب و پیچیده دارن حتی شخصیت کودکی هم که دختره باز همون شخصیت ایراد داره و مشکل داره و راجع به صحبتی هم که ابدی کرد آقای فرید سجاد حسینی ببین مثلا ما در کار فروشنده از ایشون بازی خوبی میبینیم یعنی باز هم دوباره بر میگردیم به کار کارگردان من اینجا نمیتونم با آقای فرید سجاد حسینی هم ایرادی بگیرم همونجور که به بقیه حالا خورد خورد ایرادی گرفتم ولی نقش ایشون انقدر جزئیه که میاد و میره خیلی هم. حالا به چشم من نمیاد ولی ایشون هم دقیقا به خاطر مشکل کارگردانی مقصره و ببین انگار من احساس میکنم کار به نقطه رسیده که اگر بازی خوبی هم باشه ما دیگه نمیتونیم بپذیریم من حالا برخلاف صحبت های نگاه بازی امیر آقایی رو اونجایی که داشت فریاد میزد و حالا نه خیلی فریاده بلنده شد ولی بازی امیر آقایی در این کار یه جاهیش رو دوست داشتم بازی اون وکیله رو دوست داشتم ولی انقدر کار دیگه افتضاحه که شما حتی بازی اونها رو هم نمیتونید ببینید یعنی هیچی دیگه برامون قابل هست و من فکر میکنم که دقیقا با این هم دوباره یکی از کامنت خوبه مخاطبای ما بود که گفت من فکر میکنم دوربین رو روشن میکنه صبح آقای انقا سر فیلم برداریم که هر که هر کار دستش برمیاد بره انجام بده هرچی هم دوست داشتیم بگین هر جوری راحتی من اون پشت نشستم خودتون بره انجام بدی شبم دوربین رو خاموش میکنه میاد بیرون و خب هدفهای دیگری پشت این کاره هدفهای دیگری و من با خودم فکر می‌کنم که اگر ما چند تا دیگه از آقای انقا آقای هادی داشته باشیم در سینمای ایران یک سال آینده نکشیده باید کرکره رو بدیم پایین و خدافزی کنیم با کلا به عالم هنر سینما باید واقعا خدافزی کنیم و واقعا مثل بعضی ها که میگیم نعمتن واقعا یه چنین افرادی مصیبتن ممنون سر از نظراتت امیدوارم همینطور که هدف ما هست و داریم پیش میریم در این زمینه این رو مخاطب هایی که طرفدار این سریال ها هستن متوجه چون در درجه اول اونا مهم هستن اونا هستن که فیلم های گیشه ای رو پر میکنن اونا هستن که به این سریال ها توجه میکنن و همچنان هم دفاع میکنن که تعدادشون متاسفانه کم هم نیست بیشتر صحبت های محمد رو. من میخواستم مخالفتی و سهر بکنم به خاطر خانم پورابدینی من اصلا دفاع نمیخوام بکنم و بازی خانم پورابدینی ولی کن که بعد مهلتی بدیم که توی کار دیگه که به غیر از ای انگا باشه مثلا ببینیم بازیشون رو چون انقدر تعطیل بوده کارگردانی که نمیشه قضاوت کرد بازی های اینا رو چون همونجوری هم که اوه, اوه, اوه همون جوری حالا میگم شاید مثلا پنجاه درصد به خاطر اه آیه 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 انگا باشه محمد میدونی چیه بله. مسئله می بیام. ببین شما فکر نمی کنم. در کار دیگه خیلی بتونه خانم پرابدینی از کار کارگردان ببین. خوبی ببینی چون که ایشون به قدری به استعداده که کسی ازش استفاده جز حامد انقا نمی کنه آره حالا یا کسانی مشابه ها؟ درسته آخه وقتی من دارم این سکانس رو میبینم که مثلا دیگه دارن اعدامش میکنم بعد جلو شعب حسینی نشسته اشوه میاد بعد آرایش کرده اصلا انگار که میخوام برن مثلا بعدش مراسم جایی اصلا فازه به اعدام نمیخوره خب سر همین من خیلی بیشتر آیه رو در نظر بگیرم که خب تو نفهمیدی که این یعنی الان اصلا نمیخوره به این محیط ما کجاییم داریم توی با وکیلت داری صحبت میکنیم چند وقت دیگه اعدامی تو من خب این قسمت دو دیدم اومدم یه هو قسمت سیزده بعد یه سری چیزا بود گفتم چقدر اتفاق میتونه افتاده باشه بعد الان حرفا رو که دارم متوجه میشم اینم هیچ اتفاقی که نیفتاده که هیچ اینا همه باگای سریاله مثلا همین نکته که ابدی گفت بابای بابای دختره خیلی همش اینجور من گفتم شاید مثلا یه چیزی شده این انقدر کشیده کنار ولی مثل که اصلا چیزی نشده که این اصلا انقدر الان انگیزه شاب حسینی واسه مخاطب ارزشه به خاطر اینکه بابای یارو که دیگه باباشه اصلا انگیزه نداره خود دختره که الان به فکر ازدواج قبل اصلا اعدام اصلا نمیفهم این چیه سر همین میگم شاید خانم مثلا پورا حالا شاید جای دیگه ای کار کنن شاید امکانش باشه که بدرخشند ولی با این چیزی که ما تو گناه فرشته میبینیم کلا همون بحث مالیه بیشتر انگار که بیشتر مشکلات ماخه بازیگرایی هم هستن که زیاد اونقدر مشکل مالی شاید نداشته باشه از اینا بگذریم یه صحنه بود توی زندان این زورگیره که اتفاقا عبدی هم اشاره کرد من اونجا رو داشتم می‌دیدم گفتم خب مثلا حالا اینو چ... داری چی به ما نشون میدی میخوای فقط نشون بدی این خف شد یا اینکه اینو چی جوری میخوان خف کنن اینو اونم گذاشت خواهر داری پدر مادرت فلانه یادت باشه خدافز بابا لعنت بهت خب یعنی دیدی میخوان یه کار انگار از سر خودشون باز کنن سکانس اصلا هیچی سری بگیریم بریم دادای های حسینی رو بگیریم بازی های حسینی هم اصلا این تو قشنگی سر همینی که باید نفر اول رو بذاری های انا... انقا حامد جان عزیز محمد یه چیزی بگم تا بحث این خارج دور نشدیم ببین صد نفر دیگه بیان به من بگن من میگم خانم پرابدین استعداد نداره به دلیل فقط به دلیل کار آقای انقا نمیگم به دلیل مصاحبه ایشون میگم چون بار مصاحبه خانم و ببین من خجالت میکشیدم اون صحنه رو با شهاب این تو وجودش هم داره اشوه میاد برای حسینی ببین الان یادم یعنی ایشون این چه یه کار هم تو وجودش با شهاب حسینی یه نمیدونم آخه واقعا قشنگ سادم اینو بگه ولی بازیگر وقتی هدفش بازیه فرق نمیکنه شهاب حسینی باشه رابرت دنیرو باشه نمیدونم اصلا جلو هر کی که شما بازی کنی وقتی شما میای توی مصاحبت با ناز و اشفه و ملوستور میشینی میگی من اون صحنه رو خجالت یعنی تو در درون خودت هم مشکل داری اصلا من کاری به فرشته ندارم شخصیت فرشته یعنی شخصیت درونی خودت هم برای بازیگری اشوه داره به خاطر همینه که میگم ایشون اصلا استعداد بازیگری نداره حالا استعدادهای دیگری داره من نمیدونم خیلی ممنون بچه ها ممنون از نظراتتون نکته ای که محمد گفتی و من همین الان نگاه کردم بله خانم پردیس پرابدینی در سریال گناه فرشته که در حال پخش آقازاده فیلم سینمایی قریب که مجددا توسط آقای انگا ساخته شده اما در یک سریال هم بودن به نام دار بیتاب که ویژه برنامه محرم بوده و کارگردانش آقای امیر حسین آرسین بوده اگه بخوایم به این حرفت رجوع کنیم باید بریم بازشون رو تو این سریال ببینیم این هم یه نکته که شاید بشه بهش پرداخت من یه نکته دارم در مورد خانم آبدینی من در درست بازی رو دوست نداشتم توی این سریال و تو سریال آقازاده که خب متاسفانه یکی دو قسمت بیشتر ندیدم ولی توی فیلم غریب بعد بازی نکرد خب من کارگردان فیلم غریب و دقیقا نمیدونم که کی بوده که کدوم با... کارگردان بوده نمیسن... خود آقای انقا خود آقای انقا بوده کارگردانشون نمیسندگی هم خودشون بودن برای همین من احساس میکنم که بازیشون میتونه با توجه به نقشی که داره تغییر بکنن چون توی اون فیلم نقش خوبی داشت نقشی بود که نیاز به این همه به قول سر و و ناز نداشت خب و اینکه کلا من این نقشش رو دوست ندارم چون ببین شخصیتی نداره اینکه بخوای یه جا بشینی منتظر زمان مرگت باشی میدونم که اگه بازیگر خوبی باشی تک تک لحظه ها رو جوری بازی میکنی که برای من مخاطب باورپذیر باشه تو منتظر لحظه مرگتی و دایی چه لحظات بدی رو میگذرونی اما ایشون داره تو همون دقایق آخر به خب فکر آره ازدواج که من وای همیشه فکر میکنم چجوری جوری قرار عاشق میشم بابا ببین اصلا مرگ نه یه <تصح> مریضی ساده میگیری باور کن به هیچی فکر نمی کنی به هیچی نه خواب و خوراک داری نه هیچی این نشستی داری به خواشقه فکر میکنه کلا بچه داستان مورد داره فیلم نا... نامه مورد داره کارگردانی ضعیفه این فیلم فیلم فقط 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 من احساس میکنم برای یک پرشویی بزرگ ساخته شده این سریال و هیچ چیز دیگه نداره بس به سخت نگیریم ممنون من تحصیح میکنم اشتباه گفتم قریب کارگردان محمد حسین لطیفی نویسنده و تهیه کننده آمد انگاه بشنایم میلاده از رو نکتهی دو تا مورد میخوام سریع بگم و رفع زحمت کنم یکی اینکه راجع به تبلیغ که کراش عزیز گفت این طفلک هایی که تبلیغشون رو دادن به این سریال چقدر بدبختی حالا قراره بکشن میدونید چرا اه، تبلیغ رسما باید زمانی پخش بشه جای توی کار جایی باشه که طرف اه، احساس بکنه که نیاز داره به اون ل... وسیله خب چون تبلیغات امروز با تبلیغات دیروز خیلی فرق میکنه دیگه دیروز می یه شناسایی خیلی زیادی بابت ابزار پخش میکرد توی کل جامعه که هر کس اونو نیاز داره بره بخره بخرتش اونو بخره نه مارک دیگه رو ولی امروز تبلیغ بحثش نیازسازیه یعنی کاری میکنه که تو احساس نیاز بهش پیدا بکنی نه اینکه اگه نیاز داری بری بگیریش خب کاری که انقا داره میکنه دقیقا برعکس اینو داره جا انجام میده یعنی داره جوری این تبلیغات نشون ببین شما یه موضوعی رو دارید کاملا یه موضوع احساسی فلان طلاق دو نفر فلان کات میخوره ابزار روی یه پل بغل یه پل ابزار فلان ما کات میخوره خونه بابای یارو خب این چه ربطی داشت الان این چه ربطی داشت به این ابزار این قضیه این دقیقا یک سپر در ناخودآگاه بیننده ایجاد میکنه میگه این زائده این بیخوده این اضافیه اصلا به درد نمیخوره این دقیقا داره نقطه مقابل و برعکسش عمل میکنه یه مثلا یکم بچه اشاره کرد فکر کنم عبدی بود که گفتش که مرگ و کسی که راجع به مرگ صحبت کنه مرگش اصلا براش مهم نیست یه پیر خردمند نه یه دختر نوجوانی که نشسته منتظر ادامه شد. فکر کنم عبدی گفت دقیقا همینه دقیقا همینه ما یه چیزی داریم به نام کهن الگو کهن الگو یک سری خیلی ساده بگم خیلی ساده بگم تعاریف پیچیده‌شو می‌ذارم واسه کلاس اصول شناسی به بچه‌ها تو هم خیلی ساده بخوام بگم ما برای یک سری مفاهیم خاص در جامعهمون در فرهنگمون یک سری تصویر ذهنی میسازیم که از گذشته تا به امروز تا همه نظرشون راجع به اون مفهوم همینه اون مندگاره تو ذهن آدمایی که تو اون جامعه به وجود میاد به اینا یه جورایی به اینا میگیم کهن الگو خب پید خردمند معمولا کهن گویه یک آدم خردمند یک پیر سپید مو با موش و ریش بلند و موی بلند و ریش بلند و فلان و ایناست حالا کسی که مرگ آگاهی داره و مرگ اصلا براش مهم نیست و میخواد به سمت مردن بره حتی معمولا اون آدم خردمنده است که براش مهم نیست چرا ما در تعاریف قدیمیمون در افسانه هامون در حکایاتمون مثلا مرگ عطا رو که میدونی چرا عطار عطار میشه دیگه اتار تو مغازش نشسته بوده داشته عطاریشو میکرده یه درویشی میاد میگه این دارو رو به من بده این میبینه این پول نداره میگه ندارم میگه فلان دارو رو خب بده میگه ندارم میگه خب فلان چیزو بده میگه ندارم میگه تو که هیچی نداری میگه خب ندارم خب من چیکار کنم پس میگه برو بمیر میگه مگه مردم به این راحتی میگه آره یارو میره دراز میکشه دست میذاره رو سینه‌اش پاشو باره بیرون بابا مسخره میمونی یارو 100 سال مرده خب ما یه همچین تعریفی از مرگاگاهی داریم توی همچین کهن میشه بعد وقتی میاد شخصیت اون کهن رو به اون شخصیت تو سریالش نمیده توی دختر جوون دنبال عاشق بازی و عشق عاشقی میاد اینو میذاره کاملا برامون باور ناپذیر میشه میدونین چی میگم این دو تا مورد که یادم آها این صحنه ای که اومد سر شاب حسینی لمس بکنه و نکرد خب بگم ها این به هیچ عنوان ربطی به خلاقیت آقای انقا نداره ها و انقدر مصنوعی در اومده به خاطر اینکه این یکی از زیباترین صحنه فیلم قرمز ساخته کریستوف کیشلوفسکیه که اون دختره جوونه وقتی میره میخوابه خونه اون پیرمرد بازنشسته پلیسه اون عاشقش شده دیگه ولی نمیخواد دختره بفهمه که این عاشقشه میاد با دست اینجوری در فاصله یک سانتی بدن این دختر اینجوری تمام بدنش رو میخواد لمس کنه و نمیتونه و چقدر اون صحنه تاثیرگذار گذار و احساسات برانگیزه که نشون میده یه پیرمرد به زن جوونی دل باخته که نمیتونه حتی لمسش بکنه می دستش رو با یه فاصله رو بدنه میکشه آدم اشکش در میاد و اینجا آدم خندش میگیره وقتی میخواد این کارو بکنه بعد جالبه میلاد که عکسش هم گذاشتن کاور یعنی همین تیکر رو گذاشتن رو کاور این قسمت که اصلا واقعا چندشاوره به نظر من واقعا چندشاوره هم همین که من موندم دقیقا خیلی صحنه بالی و میلاد اشاره من اون صحنه واسه وقتی که کار هیچیش نخوره به هم در نیاد این اتفاقا میفته دیگه من مونده بودم اینجا الان کارگردان فکر سانسوره هدفی پشت این داره این نمیخواد اصلا هفت تا چیز مبهم میومد تو سرم که معنی نمیداد محمد توی فیلم قرمز به قدر این زیبا میشینه چون داره نشون میده این پیرمرد تنها در این جامعه شلوغی که مونده و هیچ کسی که سمتش نمیاد و این تنهای تنهاست و حتی وقتی عاشق هم میشه نمیتونه ارتباط برقرار کنه مجاز نیست و دست میره تو یک سانتی میشه یعنی عاشق ولی مجاز به ارتباط برقرار کردن نیست اصلا گریت میگیره اون صحنه فیلم قرمز رو وقتی میبینی راجب خ... چون من اصلا راجب این موضوع واقعا اصلا گفتم که کامنت برامون بذارین تو این قسمت من ازتون اینو میخوام چون حالا شاید شب... من واقعا دارم اشتباه چه تفاوتی در بازی خانم پرابدینی در این کار با اون کار آقازاده با فیلم بی مادر که کارگردانشون هیچ رفتشن با آقای انقا نداشت با کار غریبی که نگاه اشاره کرد میبینید برای من بنویسید شاید من چشمام کوره من نمیبینم متشکرم خیلی ممنون که ما همراه بودید مرسی از میلاد نگاه سهر محمد و عبدی عزیز همه رو دوست داریم حتی شمایی که اومدی الان کامنت گذاشتی که کارگردان فیلم غریب آقای انگار نبود و بعد از اینکه من صحبتم کردم کامنت تو پاک کردی شما هم برای ما عزیزی منتظر نظراتتون هستیم خیلی شب و